سلام به همراهان خوب اپ کاربودی، من محمد یزدانی هستم و توی این ویدیو میخوام یه گوشی میان رده اقتصادی از برند هواوی رو معرفی و بررسی کنم. گوشی هواوی وای 7 پرایم 2019 اینجاست که الان که اواسط خرداد ماه 99 هستیم با قیمت حدود 2900 تا 3300 توی بازار به فروش میرسه و با توجه به قابلیت ها و مشخصاتی که داره که حالا در ادامه دقیق‌تر بهش میپردازم، به نظرم قیمت مناسبی داره و میتونه یه انتخاب خوب باشه برای افرادی که دنبال یه گوشی اندرویدی خوش قیمت با قابلیت های نسبتا خوب هستن. خب اول بپردازیم به مشخصات فیزیکی و ظاهر این گوشی. بدنه این گوشی کاملا پلاستیکیه و یه روکش براق داره که احتمالاً جای انگشتتون روش میمونه. یه حسگر اثر انگشت این پشت دیده میشه که سرعت بازکردن گوشی هم باهاش فوق‌العاده بود و منو حسابی راضی کرد. دو تا دوربین هم اینجا دیده میشه که دوربین 13 مگاپیکسلی با قابلیت فوکوس خودکار حکم دوربین اصلی این گوشی رو داره و یه لنز 2 مگاپیکسلی هم در کنار اون دیده میشه که برای تشخیص عمق میدان توی این گوشی به کار رفته. یه فلش LED هم اینجا زیر دو تا دوربین هست که برای عکسبرداری توی شرایط نوری ضعیف بهتون کمک میکنه و عبارت AI کامرا که اینجا نوشته به معنی Artificial Intelligence یا فناوری هوش مصنوعی که توی این دوربین ازش استفاده شده و برای عکسبرداری از سوژه‌های مختلف میتونه رنگ و نور تصویر رو به صورت خودکار تنظیم بکنه. سمت راست گوشی دکمه پاور و کم و زیاد کردن صدا رو میبینیم. زیر گوشی یه اسپیکر، یه میکروفون و درگاه شارژر گوشی مشاهده میشه. بالای گوشی یه میکروفون نویز کنسلینگ به اضافه جک 3.5 میلیمتری هندزفری قرار داره. سمت چپ گوشی هم خشاب سیم کارت قرار داره که اگر بازش کنیم میبینید که از دو سیم کارت نانو به شکل همزمان و از یه کارت حافظه میکرو اس دی تا سقف 512 گیگابایت پشتیبانی میکنه. میرسیم به پنل جلویی این گوشی. تو پنل جلویی این گوشی یه نمایشگر IPS خازنی با قطر 6.26 اینچ و رزولوشن 1520 در 720 پیکسل قرار داره که 80% از پنل جلویی رو تصرف کرده. اون بالا اسپیکر مکالمه دیده میشه که تو دل این اسپیکر مکالمه یه چراغ LED ریز به کار رفته برای اطلاع رسانی اعلان‌ها و نوتیفیکیشن‌ها. کنارش سنسور تشخیص نور و البته یه چراغ LED کوچیک که سعی میکنه تو شرایط نوری ضعیف برای گرفتن سلفی‌های بهتر بهتون کمک بکنه. این گوشی یه دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی هم داره که با یه ناچ قطره‌ای از اون بالا وارد نمایشگر شده. همین ناچ باعث میشه که زیبایی‌های ظاهری این گوشی دوچندان بشه، اما شاید در دراز مدت هنگام بازی کردن یا تماشای فیلم یکم اذیتتون بکنه. خب بیاین از همین دوربین شروع بکنیم. دوربین 13 مگاپیکسلی پشت این گوشی قابلیت فیلمبرداری 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه رو داره. این دوربین توی عکسبرداری و فیلمبرداری کیفیت نسبتاً مطلوبی داره، جزئیات رو خوب نشون میده، اما توی تشخیص رنگ‌ها یکم ضعیف عمل می‌کنه و لرزش دست‌ها رو هم تمام و کمال به ویدیو منتقل می‌کنه. دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی این گوشی هم مثل دوربین پشت قابلیت فیلمبرداری 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه رو داره. البته این دوربین کیفیت نسبتاً بهتری داره و همونطور که میبینید جزئیات بیشتری هم از چهره من ثبت کرده. توی این گوشی یه چیپست 14 نانومتری اسنپدراگون 450 به کار رفته که برای سال 2019 یکم قدیمیه و میشه گفت نقطه ضعف این گوشی هم همینجاست. این گوشی از یه جی پی یو یا پردازنده گرافیکی آدرنو 506 هم بهره میبره، رم 3 گیگابایتی و حافظه 64 گیگابایت و حافظه داخلی 64 گیگابایتی داره. البته نسخه 32 گیگش هم توی بازار هست. توی این گوشی از سیستم عامل اندروید 8.1 اوریو و رابط کاربری 8.2 EMUI استفاده شده. یه باتری 4000 میلی آمپر ساعتی هم روی این گوشی هست که برای این گوشی فوق‌العاده است و برای کارهای معمولی و روزمره یه شبانه روز رو به اضافه فرداش تا ظهر احتمالاً خیلی راحت این گوشی بهتون شارژ دهی میده. البته برای کارهای روزمره اگر بخواید مداوم فیلم ببینید، اینستاگرام گردی و وبگردی بکنید و یا بازی سنگین انجام بدید، این مدت زمان قطعاً کمتر میشه. من خودم یه فیلم 40 دقیقه‌ای با حداکثر نور نمایشگر و حداکثر صدای اسپیکر تماشا کردم با این گوشی و توی این مدت 40-45 دقیقه‌ای تقریباً 5% از شارژ این گوشی کم شد. با توجه به رم 3 گیگابایتی و سایر مشخصات این گوشی، شما نمیتونید از این گوشی برای برنامه‌ها و بازی‌های سنگین استفاده بکنید و احتمالاً این گوشی توی بازی‌های سنگینی مثل آسفالت یا کال آف دیوتی موبایل کم میاره و ممکنه لگ بزنه و حتی کرش بکنه و از بازی بیاد بیرون. اما بازی‌های سبک‌تر رو خیلی راحت اجرا می‌کنه و من حتی نه در حین بازی کردن و نه در حین تماشای فیلم هیچ حرارتی از این گوشی احساس نکردم و ندیدم که این گوشی داغ بشه. البته این موضوع داغ شدن گوشی هم یه بخشش به باتری برمیگرده و چون این گوشی نوئه و باتری 0 کیلومتر پوشه، به خاطر همین داغ نشده و احتمالاً بعد از 6 ماه یا 1 سال که این باتری فرسوده شد ممکنه حرارت هم از پشت این گوشی احساس بکنید. خب تقریبا در مورد همه چی صحبت کردیم، فقط در مورد امنیت این گوشی، در مورد حسگر اثر انگشت که صحبت شد، اما این گوشی قابلیت تشخیص چهره هم داره و شما میتونید از فیس آیدی اون هم برای باز شدن این گوشی استفاده بکنید. اگه بخوام یه جنبندگی کنم و یه نظر کلی راجع به این گوشی بگم، این گوشی با توجه به امکانات و مشخصاتی که داره با این قیمت یه گوشی خیلی خوب محسوب میشه و شما تو این رنج قیمت احتمالاً میتونید گوشی A10 یا A10S سامسونگ رو خریداری بکنید که در مقابل این گوشی
خیلی ضعیفه. این گوشی رو به شدت پیشنهاد میکنم برای افرادی که دنبال یه گوشی اندرویدی خوش قیمت و خوش دست هستن که برای کارهای روزمرهشون میخوان ازش استفاده بکنن. ممنونم از فروشگاه سورس که این گوشی رو در اختیار من گذاشت. پیجشون این پایین گذاشتم، میتونید بهشون سر بزنید و از سایتشون خریداری بکنید. این گوشی اولین گوشیه که توی پیج اپ کاربردی بررسی میشه. اگر از این سبک ویدیوها دوست دارید و دوست دارید که گجت ها و گوشی های مختلفی رو بیاریم برای بررسی، لطفاً نظرتون رو در مورد این ویدیو و کم و کاستی های احتمالی اون توی کامنت ها با من در میون بذارید. لایک کردن ویدیو فراموش نشه. مرسی از توجهتون.